فیلسوفان هیتلر، نویسنده ایوان شرات، تهیه شده در بنیاد آینه. فصل هشتم، زن یهودی هانا آرنت. در 1933 هیتلر خیابانهای آلمان را پر از تصاویر خودش کرده بود. در میان همه این آشفتگی‌ها، برخی از یهودیان آلمانی مثل والتر بنیامین فرار کردند. برخی دیگر مثل تئودور آدورنو خودشان را برای بدترین چیزها آماده می‌کردند. در حالی که دیگران فقط بهترین کاری را که از دستشان برمی‌آمد انجام می‌دادند. تقدیر هانا آرنت، زن جوان یهودی، هم مانند آدورنو و بنیامین این بود که شخصیتی افسانه‌ای شود. او به یکی از متفکران برجسته سیاسی نسل خود بدل شد. کارهای اصلیش سرانجام از آثار کلاسیک قرن بیستم شد، کارهایی که در مورد موضوع یهودیت انجام داد و بعدها مناقشه برانگیز شدند به اوایل کارش مربوط می شوند. داستان زندگی او را باید مانند یک ماجرای هیجان انگیز خواند، زیرا در تله هایی که رایش سوم برایش پهن می کرد گیر می کرد و از آنها بیرون می پرید. در داستان او شاهد آشفتگی های فکری و احساسی هستیم که حاصل شاخ به شاخ شدن با رؤیای هیتلر است. اوایل بهار 1933، برلین. گلهای بهاری در حال شکوفه دادن بودند. تابش رنگ ارغوانی لابلای رنگ خاکستری شهری صنعتی. قطارها پیش از رسیدن به ایستگاه از حومه شهر می گذشتند و شهروندان از کنار کنیسه رایکشتراسه با آن برجهای زیبا و طاق بزرگش می گذشتند. در همان نزدیکی حضور روزافسون نازی‌ها بر سنگ فرش پیاده‌روها سنگینی می‌کرد. شهر که بوی آشغال، دود زغال سنگ و گریس می‌داد، اولین بازدم صبحگاهیش را بیرون می‌داد. در مرکز برلین از ستون‌های بزرگ سنگی بزرگترین ساختمان دولتی در برلین، یعنی رایشستاگ، دود بیرون می‌زد و نمای سوخته این ساختمان غیر قابل شناسایی بود. کمونیست‌هایی که برای قدرت گرفتن کارگران عادی می‌جنگیدند مقصر این آتش‌سوزی تلقی شدند. هیتلر حالت فوق‌العاده اعلام و قانون تصویب کرد که به موجب آن آزادی بیان به تعویق افتاد. نور سرخ همه خیابان‌های شهر را گرفته بود. در آن هوای سرد و مرطوب پرچم‌های سرخ تکان می‌خوردند و واحد‌های SA، نیروی شبه نظامی سوسیالیست‌های ملی، در خیابان‌ها برای پیروزیشان رژه می‌رفتند. آنها مدارکی رسمی داشتند که به آنها اجازه می‌داد تا آدرس همه اعضای اپوزیسیون‌های چپ را شناسایی کنند. رسالت آنها این بود که قانونی جدید تصویب کنند تا همه کمونیست‌ها را جمع‌آوری و دستگیر کنند. در 1933 هیتلر از توافق‌های صلح‌آمیز بین‌المللی از جمله جامعه ملل کنار کشید و سیاست‌های یهود ستیزانه بیشتر و بیشتر شد. داخائو اولین اردوگاه کار اجباری بود که در یک کارخانه اسلحه‌سازی متروکه در شمال غربی مونیخ درست شد. طلوع نازیسم شروع شده بود. تا ماه می مغازه‌های یهودی ویران و شیشه‌هاشان شکسته شد و وقتی دانشجویان برای سوزاندن کتاب‌ها به گشتاپو پیوستند، موج اخراج‌ها شروع شده بود.
در این دوره هنوز شهر غنای فرهنگی داشت، از تئاترها و سالن‌های اپرا گرفته تا دانشگاه‌ها، موزه‌ها و کتابخانه‌ها. هانا آرند که 27 ساله بود از یکی از این عمارت‌های باشکوه کتابخانه ایالتی پروس بیرون آمد. هانا آرند که کل روز را کار کرده بود حالا با عجله به خانه برمیگشت. کاغذها و اسنادی همراه خود داشت که گسترش فعالیت‌های یهود ستیزانه نازی‌ها در سازمان‌های غیر دولتی و اصناف را اثبات می‌کرد. او که مخفیانه برای سازمان صهیونیسم آلمان، بزرگترین نهاد برای فعالان یهودی در این کشور کار می‌کرد، مدارکی برای قاچاق به خارج پیدا کرده بود. یافته‌های او در کل دنیا چاپ شد تا کشورهای دموکرات را از وجود جریان نجات پرستی در آلمان جدید هیتلری باخبر کند و به آنها هشدار دهد. کار او غیر قانونی و خطرناک بود. در نهایت دستگیر و زندانی شد. آرند همیشه در خدمت موضوع یهودیت نبود. در واقع در سالهای جوانی حتی عملاً خود را یهودی نمی‌دانست. برای اینکه متوجه شویم او چگونه به این مسیر خاص افتاده، باید به عقب‌تر برگردیم و ببینیم که تجارب احساسی اولیه او چگونه بعدها در تقابل با نازیسم قرار گرفت. هانا آرنت در 1906 در کونینگسبرگ که حالا کالینینگراد نام دارد به دنیا آمد. شهری که برای فیلسوفان بیگانه نیست. نیای فکری آرنت ایمانوئل کانت هم اهل همین شهر بود. شهری با قلعه پروسی در بالاترین نقطه‌اش که مشرف بر دریاچه است. برخلاف کانت که زندگی بسیار آرامی داشت، زندگی هانا مملو از خطر بود. کونینگسبرگ همیشه پناهگاهی برای اهالی اروپای شرقی و یهودیان روس بوده است. این شهر که بین جنوب شرقی روسیه و دریای بالتیک واقع شده است، دروازه‌ای طبیعی بین اروپا و روسیه است و راه آهنی دارد که مهاجران را به شهرهای آلمان می‌برد تا از آنجا به انگلیس یا آمریکا بروند. در آخرین سالهای سلطنت تزار بزرگ در قرن 19 هم، صفهای طویل و سرگردانی از این مطرودان را میشد دید که خسته و کثیف بارشان را بر پشت زده بودند و از دست سیاستهای یهود ستیزانه نیکولای اول و مشارکت اجباری در جنگ کریمه فرار می کردند. یعقوب کون که رژیم تزاری او را در زمره یهودیان بیفایده جای داده بود هم از این سرگردانان ژولیده بود. او در 1852، یعنی فقط چند سال پیش از آن که تزار نیکولای قدرت را به پسرش الکساندر دوم بدهد، از لیتوانی مهاجرت کرد. کون در همان سالی درگذشت که نوه‌اش هانا آرنت به دنیا آمد، یعنی 1906. پدر بزرگ دیگر هانا آرنت، مارکس آرنت هم یهودی بود، ولی این دودمان یهودی نبود که بر سالهای اول زندگی آرنت سایه انداخته بود. در واقع قوی ترین انگیزه احساسی در زندگی آرنت نه از یهود ستیزی که از بیماری ناشی می شد. پل آرنت، پدر هانا، سفلیس داشت. پل آرنت ظاهر خشنی داشت، با سبیلی سیاه و مرتب و عینکی پنسی. او در وقتهای فراغتش آثار یونان باستان را مطالعه و از مراحل رشد دخترش یادداشت برداری می کرد. این کودک
خیلی کنجکاو است و تمایل دارد بالا تنش را بلند کند. الان مدتی است که سرش را بالا کشیده است. خیلی ساده به نواها و صداهای بلند واکنشی از سر ترس نشان می دهد. ولی حرفهایی از سر محبت هم می نوشت. لبخندش برای ما دوست داشتنی است. به نواهای شاد واکنشی از سر شادی نشان می دهد و نواهای حسی او را به گریه وامی دارند. پل آرنت در بیمارستان دانشگاه کونینزبرگ تحت درمان قرار گرفت، ولی تا بهار 1911 بیماری در تن پدر فرهیخته هانا پخش شد و او فلج و تقریبا دیوانه شد. پدر بزرگ او ماکس مهربانانه جای پدر بیمار هانا را برایش پر کرد. این مسئله باعث سرخوشی هانا شده بود. او آخر هفته ها با هیجان از خواب بیدار می شد تا پدر بزرگش بیاید. آخر هفته یعنی رفتن به خانه آرند و پیاده روی در پارک و شنیدن داستان. ماکس داستانگوی خوبی بود و عادت داشت قصه تعریف کند و شعر بخواند. بابا بزرگ همانطور که هانا صدایش میزد، هانا و سگش میرخن را در میان مه بالتیکی که از فراز دریا می آمد، به گلاسیس بقایای برج و باروهای قرون وسطایی و محوطه‌های سبز داخل شهر می برد. او داستان تزارهایی که بر پشت اسب به سرعت از جنگل‌ها می‌گذشتند و همچنین داستان خاخام‌های پیر با افسون‌های مرموزشان را تعریف می‌کرد. بعد از آن پیاده روی لذت بخش نوبت مراسم کنیسه بود و هانا پدر بزرگش را در اجرای مراسم روز شنبه همراهی می کرد. هانا سعی می کرد داستانها را تعریف و اجرا کند و از همین رو بود که علاقه اولیش به تئاتر و نمایش رشد کرد. این تمایل شدید به درام آنقدر در او استوار بود که تا سالها بعد وقتی فیلسوف بین المللی معروفی شده بود و دور دنیا را میچرخید و سخنرانی های مهمی ایراد میکرد، هنوز از بین نرفته بود. ولی در زمان کودکی و با آن خودجوشی کودکانش مخاطبانش را که اعضای خانوادهش بودند سرگرم میکرد. هانا فقط 7 سال داشت که با تراژدی روبرو شد. پدر بزرگ دوست داشتنیش در 1913 درگذشت. کمی بعد در همان سال پدرش نیز در بیمارستان روانی که در آن اقامت داشت درگذشت. هانا تغییر پدرش از فرهیخته‌ای با وقار به مجنونی بی حرکت را که مورد هجوم زخم‌های سفلیس قرار گرفته بود کامل مشاهده کرد. بیماری و مرگ پدر بر کل زندگی هانا سایه انداخت. او از بیخوابی، کابوس، حالتهای متناوب سودازدگی و حس ناراحتی مدام در زندگی روزمره رنج می برد. او همیشه پدرش را آرزو می کرد، آرزویی که او را به رابطه‌ای مرگبار و خیانت‌آمیز کشاند. اما زمان زیادی برای عزاداری نداشت. چند ماه پس از مرگ پدر، جنگ جهانی اول شروع شد و این ترس در دل مادر هانا افتاد که نکند ارتش روسیه کونینزبرگ را تسخیر کند. آنها بر سر یافتن جایی در قطار برلین جنگیدند. با حالت تهوع از بوی شدید سیگار و کثافت و بخار متعفن کت‌های سربازان، خود را پشت سربازان در گوشه واگن چپاندند. سربازان آلمانی که در شرق با ارتش اول روس‌ها جنگیده بودند، برای رویارویی با ارتش دوم روس‌ها به جنوب منتقل می‌شدند. هانا و مادرش در میان توده کشاورزان و شهروندان عادی که از پیشروی روس‌ها فرار می‌کردند، تقریباً تافته‌ای جدا بافته بودند.
داستانهای زیادی در مورد غارت کردن، آتش زدن، تجاوز کردن و خشونت روس‌ها گفته شده بود. هانا در عرض یک سال نه فقط پدر و پدر بزرگش که خانه محبوبش را نیز از دست داد. شاید در واکنش به این تراژدی بود که حالتی شاعرانه و بعضن سودا زده پیدا کرد. در سالهای بعد او حساسیت بیشتری پیدا کرده بود و حواسش به تصاویر بیگانه شهر جمع بود. در جوانیش در مورد قطاری در متروی برلین می نویسد: با حرکاتی مارپیچ از تاریکی به سمت نور می آید، سریع و قوی، نرم و کنترل شده، با قدرت‌های انسانی به دقت می راند، در مسیرهای بلند با شتاب و بی تفاوت حرکت می کند، سریع، نرم و کنترل شده، با نیروهای انسانی ملاحظه نمی کند، در تاریکی می رود. چه چیز آن بالاست؟ می داند. مارپیچ پرواز می کند، حیوان زرد رنگ. هانا از همان ابتدا در پی برقراری رفاقت‌های فکری بود. یکی از این دوستی‌ها با آنا مندلسون بود، از اخلاف متفکر یهودی مشهور عصر روشنگری، موزس مندلسون. دوستی که یک عمر به طول انجامید. دوستان هانا اغلب از او مسن‌تر بودند و او را با سخت ترین متون فلسفه آلمانی آشنا کردند. او آثار ایمانوئل کانت، متفکران آلمانی رمانتیک، اندیشمندان عصر روشنفکری و فیلسوفان نامتعارف مسیحی را مطالعه کرد. از 1922 تا 1923 آثار کلاسیک ها و الهیات مسیحی را در دانشگاه برلین خواند. خودش را برای امتحان ورودی دانشگاه های آلمان که به آبیتور معروف بود آماده می کرد. در 1924 قبول شد و در هوای پاییزی آن سال برای خواندن فلسفه وارد دانشگاه ماربورگ شد. مربیش جوانی کاریزماتیک بود، جادوگر مسکریش مارتین هایدگر. یکی از شاگردان هایدگر، کارل لویت، در مورد کاریزمای هایدگر در میان دانشجویان میگوید: او مرد کوتاه قد و سبز روی بود که میدانست چطور همه را افسون کند، تا جایی که میتوانست آن چیزی را که لحظه پیش نشان داده بود ناپدید کند. تکنیک سخنرانی او این گونه بود که عمارتی از اندیشه ها ایجاد می کرد، بعد آن را ویران می کرد و برای شنوندگان افسون شده اش معمایی طرح می کرد و آنها را با دستانی تهی تنها می گذاشت. او تا حدودی برای دیگر دانشجویان مثل عقابی بود که بر بالای آسمان پرواز می کرد، مثل انسانی شوریده. ممکن است با خود بیاندیشیم که آیا فیلسوف ارسطویی دیوانه ای نیست که جلب توجه می کند؟ چون عظمت قدرت اندیشیدنش را به مبارزه با اندیشیدنش می کشاند و به این دلیل که در همین اندیشیدن ادعا می کند اصلا نمی اندیشد، بلکه فقط هست. وقتی هانا آرنت با این مرد فریبا، خودخواه و مستبد روبرو شد، از ترس اعتماد به نفسش را از دست داد. آرنت از قدرت و سحر این مرد آسیمه سر شد و او را این گونه با احترام توصیف کرد: پادشاه پنهانی که بر جهان اندیشه حکم میراند، به طوری که هرچند کاملا اهل این جهان است، آنقدر در آن پنهان شده است که نمیتوان مطمئن بود اصلا وجود دارد یا نه. هانا موضوع تمایلش خدایی پدرگون برای پرستش را در قربانگاه تریبون یافته بود.
هانا حاضر بود خودش را کاملا فدا کند. اشتیاق فلسفی جوانانه او آماده بود که نه تنها در برابر خود این افکار، که در برابر تجسدشان در قالب این مرد سر فرود آورد. هایدگر او را از لحاظ فکری و جسمی اغوا کرده بود. حس جنسی او به هایدگر برانگیخته شده بود. البته تعجبی هم ندارد، چرا که هایدگر به تأثیر شهوانی در دانشجویانش شهرت داشت. او را اغواگر جوانان می‌خواندند. آرنت می‌دانست که این راز، این مسئله جنسی، تصویرش را لکه‌دار خواهد کرد. دیگران او را زشت‌تر و عادی‌تر و حتی کودن و هرزه می‌پنداشتند، اما هایدگر برای او دوران کودکی را زنده می‌کرد، دورانی که در آن زندگی حیرت‌آور بود. مشاهدات هر روزه معجزاتی کوچک بودند و حالتی از ابهام قنایی همه تجربه‌ها را احاطه کرده بود. و آنها را مبهم و غیر شفاف می کرد. هانا بعدها برای هایدگر قطعی فرستاد به نام سایه ها و همه اینها را آنجا بیان کرد. پس از یک سال رابطه پنهانی، هایدگر احتمالاً از ترس لو رفتن این رابطه هانا را تشویق کرد ماربورگ را ترک کند. برای هانا استادی دیگر پیدا کرد. آن استاد دوست هایدگر در دانشگاه هایدلبرگ، یعنی کارل یاسپرس بود. هانا همانطور که خودش اظهار داشت، به خاطر عشقم به تو و اینکه نمیخواهم هیچ چیزی برایت سخت تر از پیش بشود، به ترک ماربورگ رضایت داد. کارل یاسپرس فیلسوف و روانشناسی لاغر و باهوش بود که از پشت توده‌ای از کاغذها و دست نوشته‌ها به او درس می‌داد. توده‌ای آنقدر بزرگ که گویی دیواری از کتاب بود. هانا روی پایان‌نامه‌ای در مورد قدیس آگوستین با او کار می‌کرد، کاری که پیشتر آن را با هایدگر شروع کرده بود. در این مقطع از زندگیش، به خاطر اینکه هنوز خودش را وقف مرشد و معشوقش کرده بود، پیرو سنت کاتولیک بود، چیزی که فکر هایدگر عمیقاً در آن ریشه داشت. زبانش هم کاملاً هایدگری بود. بنابراین هانا که از این جابجایی احساس حقارت می‌کرد، روی مفهوم عشق در اندیشه آگوستین تمرکز کرد، چیزی که البته با افسوسی شخصی ادعا می‌کرد در رویکرد خود هایدگر از قلم افتاده است. جه اشپرینگر مفهوم عشق در نزد آگوستین را در 1929 در برلین چاپ کرد. یک سال پس از اتمام رساله، نه برای درمان حس حقارتش، که برای دور کردن ذهنش از هایدگر، احساس کرد برای اعتماد به نفس ویران شده و قلب شکستش درمانی یافته است. وقتی شبنم‌های یخ‌زده ماه ژانویه زیر پا می شکستند، هانا زیر حجابی از جواهرات، دستبند و گردنبندی پر زرق و برق برای شرکت در مراسم بالماسکه وارد موزه تبار شناسی شد. او مانند زنان حرمسراهای اعراب لباس پوشیده بود و با این ظاهر با فیلسوف جوان یهودی گونتر شترن ملاقات کرد. آنان یک سال بعد ازدواج کردند. به فرانکفورت رفتند و هانا در آنجا مقالات متعددی نوشت، از جمله آگوستین و پروتستانیسم، که در 1930 در فرانکفورتر تسایتونگ چاپ شد، همان نشریه‌ای که والتر بنیامین در آن کار می‌کرد. او همچنین با همسرش مقاله‌ای نوشت با عنوان مرثیه‌های دوئینو ریلکه. در این میان گونتر با اولین آزمون حرفه‌ایش روبرو شد. او که خیلی دوست داشت در محیط دانشگاهی پیشرفت کند، پایان‌نامه‌اش را برای مدرسه برجسته فلسفه دانشگاه فرانکفورت فرستاد. پایان‌نامه رد شد و امید گونتر برای کار در دانشگاه از بین رفت.
هانا آرنت هیچ وقت آدورنو را نبخشید و عکس العملش چنان بود که دو متفکر برجسته یهودی که اشتراکات زیادی با هم داشتند دیگر هیچگاه با هم صلح نکردند. رائل وارن هاگن، زن زیبا و رمانتیک یهودی که هانا او را صمیمی‌ترین دوست می‌خواند، پس از آنکه هایدگر هانا را پس زد مورد توجه هانا قرار گرفت. رائل هم درگیر رابطه عاشقانه ممنوعی با مردی مسن‌تر، کونت فون فینکنشتاین شده بود. عشق رائل کم کم با درد و رنج شده بود. هانا با رائل آشنا شد و در کلنیشه، تسایتونگ و یودیشه روند شاو مقالاتی درباره زندگی او نوشت. این مقالات موضوعی برای زندگی نامه‌ای بود که بعدها آرنت برای او نوشت. رائل وارن هاگن، زندگی یک زن یهودی. هانا در وجود رائل وارن هاگن هم حس مشترک پس زده شدن در عشق را یافت، هم با هویتی جدید روبرو شد. هانا از رائل در بستر مرگش نقل قول می کند: چیزی که در کل زندگیم به نظرم هجوم شرمی بزرگ بود، چیزی که بدبختی زندگیم بود، یعنی این که یهودی به دنیا آمدم، چیزی است که حالا به هیچ وجه نمی خواهم از دستش بدهم. هانا که تا آن لحظه به فلسفه آلمانی و اندیشه کاتولیک دل بسته بود، به واسطه یه تطبیق احساسیش با وارن هاگن یهودیت را کشف کرد. حالا هویت هانا در مقام یک یهودی به مهمترین مسئله در زندگیش تبدیل شده بود. آگاهی جدید یهودی هانا با دلشوره‌ای انتزاعی القا می‌شد که در اشعار و نوشته‌های رؤیایی دوران جوانیش ظهور کرده بود. کماکان متأثر از گوته، فیشته، شلینگ و رمانتیک های آلمانی بود، اما این تأثیر پذیری راهی برای انطباق با جامعه آلمانی نبود که در واقع تجلی ابهامی فرهنگی بود. همچنین به فعالان صهیونیست در برلین پیوست. پیشبینی می کرد که بحران یهودیان شهر بدتر شود، اما هرچند نمی توانست نهایت این بحران را پیشبینی کند، از بی‌تفاوتی دوستان یهودیش بیشتر و بیشتر عصبانی می شد. همدلی همسر هانا با فعالیت‌های پرشور او کمتر از انتظار هانا بود. او همچنین به دیگران انگ می زد که احمق‌های بی‌بصیرتند. شکاف در زندگی مشترکشان بیشتر و بیشتر می شد. جریان پشت این مسئله کاملا آشکار بود. در نامه ای به هایدگر نوشت: مارتین، مرا به خاطر واکنش امروزم موقع دیدنت ببخش، ولی در آن لحظه تصویر تو و گونتر که در کنار هم پشت پنجره ایستاده بودید در ذهنم چرخید و من آنجا آنقدر تنها بودم که نمی توانستم از وضوح اهریمنی آنچه می دیدم اجتناب کنم. مرا ببخش. و به همان اندازه که رفتار او در قبال هایدگر زنانه و از سر ضعف بود، با همسرش رفتاری خشن داشت. مشکل گونتر با هانا از خود راضی بودن و گستاخیش بود. مثلا وقتی یکی از دوستان پدر بزرگش سیگار برگ هاوانا به او هدیه داد، همسرش به حالت مردانه او اعتراض کرد. او هم اعتنایی به گونتر نکرد و سیگارش را کشید. در این میان او در نامه‌هایش به هایدگر چنان احترامی به هایدگر ابراز می‌کرد که هیچ وقت برای همسرش ابراز نکرده بود. او می‌نویسد: چیزهای زیادی بود که مرا گیج کرده بود. نگاه تو مثل همیشه آگاهی از واضح‌ترین و ضروری‌ترین تداوم زندگیم را تهییج می‌کند. خواهش می‌کنم اجازه بده بگویم آگاهی از تداوم عشقمان.
علارغم رشد شخصیت یهودیش، در پی جداییش از هایدگر، تزلزل در برابر هایدگر بیشتر و بیشتر می شد. هانا مانند کودکی در برابر پدرش به او التماس می کرد. او می نویسد: اما من چند ثانیه‌ای جلوی تو ایستاده بودم و تو در واقع مرا می دیدی. خیلی کوتاه سرت را بلند کردی و مرا نشناختی. وقتی بچه کوچک بودم، یک بار مادرم مرا به همین شیوه ترساند. هنوز وحشت کوری را که در گریستنم وجود داشت به خاطر می آورم. اما من بچه تو نیستم، من هانای تو هستم.